سلام، امروز میخوایم با هم توتون رابرت مک‌کانل The Original Pure Latakia رو با هم تجربه کنیم. میگن که این توتون رو برای میکس کردن، برای بلند کردن، ترکیب کردن توتون‌های مختلف، مثلا پیور ویرجینیا داریم با پیور لاتاکیا و اینا رو با هم ترکیب میکنیم که بلندی خودمون میسازیم. مثلا این توتونایی که میگیریم میبینین دیگه نوشته حاوی مثلا فلان و فلان و فلان، مثلا اینقدر اورینتال ترکیش داره، اینقدر لاتاکیا داره، اینقدرش هم نمیسن، مثلا اورینتال ترکیش داره، ویرجینیا داره و لاتاکیا، مثلا همین ایلی مورنینگ. ولی داستان اینه که دیگه خودت میتونی ترکیب کنی و درصدهاش هم دست خودته که چقدر چی باشه. و هر کدوم از این توتونا یه خاصیتی داره، یکیش نیکوتینش زیاده، یکی طعمشه، یکی فلانه، یکی شیرین تره، یکی مثلا بوهای مختلف میدن دیگه. و اینجوری میتونیم ترکیبی که میخوایم رو بسازیم و معمولا اینا رو خالی نمیکشن، اما اونجوری نیست که نشه خالی کشید. اتفاقا برای اینکه درست ماهیت اون توتون رو بشناسیم، بد نیست که تست کنیم و هر از گاهی که نه، چند بار خالی بکشیم ببینیم چطوریه. حالا بسته به نوع توتونش ممکنه، چون خالصه مثلا یه توتون زود به زود خاموش شه، یکی نیکوتینش زیاد بشه، یکی اذیت کنه، قرار نیست در واقع یه اسمو که 100 از 100 داشته باشیم. قراره که بیشتر با این آشنا شیم، حالا بعداً ترکیب ها و اینا هم میکنیم حتما. اول از همه وقتی اینو باز میکنیم میخوریم به توتونای سیاه لاتاکیا. حالا بریم برای چارلایت بعدش صحبت میکنیم بیشتر راجع به لاتاکیا. یادم رفت فیلتر بذارم توش. چه هیچ وقت پیپ که روشنه رو نباید باز کرد و جدا کرد از پیپ. اینم همین الان هنوز روشن نشده، سری بازش کردم و فیلتر رو گذاشتم توش. یعنی اگه یه چند تا کام میزدم و کاسه یه هوا گرم میشد دیگه درست نبود که استمو در بیاریم، بهتر بود کم جوری بدون فیلتر بکشیم. انگار تو بهشت غرق شدی. خیلی خوبه، خیلی خوبه، من عاشق بوی لاتاکیا. لاتاکیا بوی دودی میده. بچه بودم تو آمول یه جا بود، یه خونه چوبی خیلی قدیمی که در واقع شبیه انبار بود، اونجا برنج دودی میکردن توش و نزدیک اونجا میشد یه بوی میومد که اولین بار من با لاتاکیا مواجه شدم دقیقا اون بویی که مثلا تو 6 سالم بود، شاید همچین چیزایی، بویی که تو اون دوره تجربه کرده بودم قشنگ زنده شد واسم. و دقیقا بوی دودی میده، بوی دودی خیلی جذابیه، مثل برنج دودی تقریبا، تقریبا با یه سازوکار دودی میشن. حالا چجوری دودی میشه اصلا؟ توتونو میچینن و بسته به اینکه کجا و کی داره این لاتاکیا رو درست میکنه، یا خود بوته رو آویزون میکنن یا برگا رو جدا میکنن و برگا رو دسته میکنن آویزون میکنن. آویزون میکنن تو سقف یه اتاق رو در نظر بگیرین، اینا از سقف آویزونه، همینجوری پایینش تو عکس دیدم اینجوری بود که کف اتاق انگار شنه و توش یه سری گوداله و توش یه سری آتیش روشن میکنن با چوبهای خاص، نه هر آتیشی، یعنی یه چوبهای خاصی رو میسوزونن، بعد از کنده هم مثل این که زیاد استفاده نمیکنن و دود اینا توی اون اتاق جمع میشه میمونه، هی این آتیشه زنده نگه داشته میشه و میمونه و این دوده به مرور باعث میشه که این توتونا سیاه شن و اون مزه دودی رو به خودشون بگیرن. در واقع خود توتون حرارت آنچنانی ندیده، خود توتون نرفته که نیم سوز شه که حالا بگم بوی دود میده،
از طریق اون دودا بوش جذب این توتون میشه و این توتون به مرور سیاه میشه و کاملا این طعم دود میره به خوردش. خیلی جالبه وقتی اینو خالی میکشی اون طعم کبابی که توی این توتون بود، کپتن ارل استیمیولس پکیج، یه طعم دودی و کباب اینو داره. با اینکه مثلا تو لاتاکیای کمی که توی ارلی مورنینگ هست یا نایت کپ هست یا تو بالکان میکسچر هستش، اینو دقیقا این شکلی آدم حس نمیکنه. تو اون قدم زیاد نیست دا، ولی یه ذره بوی دود زغال کباب هم میده. حالا اونجوری مزه گوجه فلان و اینا نمیده، ولی قشنگ زغالی که زغال کباب کوبیده، یه تهبویی از اونم هست، خیلی خیلی کم. لاتاکیا در واقع اینجور که میگن اسم یه نژاد توتون نیست مثل ویرجینیا، در واقع اسم یه روش فراوریه. اما همین لاتاکیا رو هم معمولا مثلا دو نوع توتونو میبرن برای لاتاکیا ساختن باهاش. لاتاکیا دقیقا تلفظ خارجیه، این تلفظ انگلیسی اسم لازقی است تو سوریه، یه بندر تو شمال جنوب شرق غرب تو غرب سوریه، و لاتاکیا در واقع لازقی است. وقتی که تو سوریه جنگ و اینا میشه، مثل اینکه مشکلات به وجود میاد، عمده لاتاکیاها دیگه تو قبرس داره تولید میشه، واسه همین بهش میگن لاتاکیای قبرسی. و این دقیقا این توتون لاتاکیای قبرسیه. فرقاشو که خوندم اینه که مثل اینکه مال سوریه رو، خود لاتاکیای سوریه رو میشه خالی خالی راحت تر کشید، که البته اینم خدایی کشیدنش داره حال میده، نمیدونم چرا چیز میکنم، ولی اون مثل اینکه یه ذره ملایم تره و این یه ذره جدی تره طعمش، و این خیلی بهتره برای بلند کردن تا مال خود سوریه. اما نظر خالی خالی کشیدن مال سوریه رو مثل اینکه بهتر میشد خالی خالی کشید. اینو هنوز مطمئن نیستم، ولی این حس رو بهم میده که یه مقدار زود خاموش میشه. حالا شاید هم حرف زدم خاموش شد، ولی توتونای دیگه اینقدر راحت خاموش نمیشن. شاید دلیل اینکه مثلا ویرجینیا اضافه میکنن بهش همین باشه، مثلا چون خوب میسوزه. حالا قطعا هزار و یک دلیل داره ها، که بلند کردن خودش قصه خیلی طول و درازیه، و سعی میکنم حالا که دستم رسیده به پیور لاتاکیا، رسیده به پیور ویرجینیا، با چیزای دیگه هم شروع کنم ترکیب کردن. ولی تو باید خیلی سرچ کنم، همچین یرخی هم نمیشه چیز کرد، ولی خب با سرچ و اینام نمیشه توش حرفه ای شد. خیلی توتون باحالیه و همینجوری که داره میگذره حس میکنم که خوبه که با توتونای دیگه قاطیشه. انقدر بوی لاتاکیاش زیاده که از آدم گم میشه توش، ولی خیلی باحاله، خیلی باحاله. این توتون تو سایت توباکو ریویو هیچی نیست راجبش، فکر میکنم دیگه تولید نمیشه که تو توباکو ریویو نیست، یا مثلا تولیدش محدود بوده. مال رابرت مک‌کانل، قوطیش هم که دیدین چه شکلیه دیگه، نمیدونم چرا، ولی هیچی نیست تو توباکو ریویوز. ولی این ور اون ور که خوندم نوشته بود که این تین، این قوطی مال رابرت مک‌کانل، این مدلش توتون قبرسیه، لاتاکیای قبرسیه. ببین از همه نظر الان که دارم مثلا اینو خالی میکشم، از همه نظر جالبه، خوبه، فقط یه ایراد میشه روش گذاشت که خیلی زیاده بوی لاتاکیاش، یعنی نه سنگینیش اذیت میکنه، نه بوی بدی میده، نه نیکوتین عجیبی داره، بگیم نیکوتین هیت میشه آدم. بیشترین چیزی که میشه راجبش گفت اینه که زیاده، خیلی زیاده بوی لاتاکیاش. مثل این میمونه که تو غذاهای مختلف مثلا گوشت بریزیم،
بعد یه بار حالا استیک خالی میخوری خب حال میده، دوبار میخوری، ولی فقط غذات بخواد بشه گوشت خالی زیاد جالب نیست، آدم خسته میشه. یه همچین حالتیه، یعنی همچنان اون چیز لذت بخش است و الان که بار اوله میکشم همون حس استیک خوردن رو دارم، ولی فکر میکنم نشه بلند مدت لاتاکیای خالص کشید، که خب اصلا برای این کارم نیست دیگه، قاعدش هم همینه. این توتونو تو یه ویدیو راجعش صحبت کرده بودم که یکی از دوستان بهم یه تیکش رو داده بود. مهندس هوشمند که اون ویدیو رو میبینه و هی هم تو صحبت ها میشنوه ازم که کلن من عاشق لاتاکیا، چند وقت پیش محبت کرد و این توتون رو بهم هدیه داد، گفت تو عاشق لاتاکیایی بیا این پیور لاتاکیا رو هم تجربه کن، و خیلی اصلا کیف کردم اینو گرفتم، کلی ذوق داشتم واسش و خیلی سخت بود که این چند وقت اینو نگه دارم تا امروز بازش کنم و اولین بار الان بکشم. بعد دیگه وقتش رسید دیگه، دیشب دقیقا داشتم خواب توتون میدیدم، خواب لاتاکیا میدیدم. ولی میدونی یه چیز جالبی که داره اینه که سوزش زبان اصلا نداره، با دود غلیظم میکشی زبونتو اذیتی نمیکنه، از این نظر خیلی باحاله. لاتاکیا رو داستانش اینه که میگن خیلی شانسی و اتفاقی اصلا کشف شد این روش فلان، مثل اینکه خونه های قدیمی که اسکلتشون سقفشون چوبی بود، مثلا سقفش اینجوریه که یه تنه چوب بزرگ هستش، بینش حالا نی و اینجور چیزا میذارن و اونجا یه حالت انبار میشه. حالا فرض کن جایی که غذا درست میشه گاز و این حرفام که نبوده، چوب درست چوب میذارن، چوب میسوزونن و جای گرمی هم هست معمولا، همش پس خون رطوبتش هم حفظ میشه و جای خوبیه برای انبار کردن برگای توتون. و برگای توتون رو میذاشتن تو همین سقف آشپزخونه، مثل اینکه همون بالا اونجا انبار میکردن و اینا به مرور بوی دود اون چوبا و اینایی که میگرفته به مرور طعم میداده به این برگا و کم کم اصلا رفتن به این سمت که اصلا زیر چیز میز بسوزونن که لاتاکیا درست کنن، و انقدر محبوب بوده، انقدر دوست داشتن همه که اصلا کلن این هم شد یه نوع توتون. در واقع بویی که میده نمیشه گفت بوی دود آتیشیه که روشن میکنی، بوی یه چیز قدیمی میده کلن لاتاکیا. حالا چه چیز قدیمی نمیدونم، شاید واسه من اینجوریه، ولی واسه من بوی قدیمی، یه بوی قدیم میده، خیلی قدیمی. یا مثلا یه رادیو گرامافون دارم مال پدر بزرگمه، اینو مثلا توشو باز میکنی یا نزدیک کاغذشو بو میکنی یه بوی خیلی کهنه و قدیمی میده، و از لاتاکیا هم تقریبا همچین بویی رو میگیرم. حالا نمیدونم چجوری باید چجوری اصلا توصیفش کرد، بوی کهنگی خوب، انگار یه چوب مونده و خیلی کهنه شده، یا شاید نوع خاصی از چوبه که مثلا قبلنا تو یه سری چیزا بیشتر استفاده میشد. دقیقا نمیدونم چجوری میشه بوی لاتاکیا رو توصیف کرد، ولی بوی چوب سوخته مونده خوب، چوب سوخته هم یه بوی دیگه میده، بوی دودو که قدیمی باشه. نمیدونم واقعا باید چی جوری توصیفش کرده، داره سخت و پیچیده است. بعد من بوی دود اینجوری رو خیلی دوست دارم، یعنی دیدین تو جنگل یه آتیش روشن میکنن، دودش تو یه محویه فضایی هستش، ولی بوش خیلی مسافت بیشتریه و از دور آدم بوی دودی که تو جنگل هست و حس میکنه یه همچین حالتاییه و بوی خیلی جذابیه. البته قطعا این بوها ربط مستقیمی داره به نوع چوبایی که زیرش سوزونده شده، یعنی هر چوبی رو بسوزونیم اون بو رو نمیده قاعدتا. من چند وقت پیش که مثلا 10 سال پیش شد اومد یه کیبورد USB بخرم دم دستی،
بعد در آورد اومد بده به هم، یهو بوی خازن ترکیده، بوی دود این شکلی میداد. بعد اومد گفتش، چیزی که اصلا بوش زد بالا، گفت این تعمیر شده است. حالا خازن نمیدونم اصلا تو کیبورد داشته باشیم یا نه، ولی گفتش این تعمیر شده است، بذار یکی دیگه بهت بدم. من اول نفهمیدم جریان چیه، یکی دیگه داد، دیدم اون بو نمیده. بعد بهش گفتم این سالمه، گفت آره ولی چیز نیست. گفتم آه همین، این یکی رو بهم بده. و اونو گرفتم برای بو و چندین سال این هستش تو خونم و همچنان تو نزدیک این کیبورده میشم، دقیقا کیبورده رو گذاشتم برای این کامپیوتر قدیمیه، نزدیکش که میشم بوش یه حال اساسی بهم میده، بوی جالبی داره، بوی دودی میده. تقریبا رسیدم به وسطاش، همون بویی که از اول بود، چرخش بوی آنچنانی نداره، داره ها، ولی همون بوهاست، یه ذره این بیشتر میشه، یه ذره اون بیشتر میشه، مثل چیز نیستش. مثلا اون توتون قبلی که داشتم بررسی میکردم، یهو مزه شکلاتش غالب میشد، بعد مزه میوه ایش غالب میشد، ولی این اونجوری نیست که غالب شه، تو همه رو حس میکنی. پوک بزرگ میزنی، مزه لاتاکیاس، پوک خیلی کوچیک میزنی، یه ذره مزه اون کباب هم بیشتر حس میشه توش. هیچ مزه جدید دیگه ای نداره، همین هاست که گفتم تقریبا. وقتی هم دودش از دماغ میدیم بیرون، سوزش آنچنانی نداره، در حد دود دیگه، خیلی خیلی ضعیفه، تقریبا میشه گفتش هیچی سوزش نداره. خیلی از توتونا رو وقتی از دماغ میدیم بیرون یه جوری میسوزونه که قشنگ هم لذت بخش هم جالبه، ولی این سوزش رو نداره، همون فقط لذت بخشه. در کل خیلی توتون جالبیه. الان رو نصفیم، بریم جلوتر ببینیم چه شکلی میشه، ولی حتما 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 باز راجع به این لاتاکیا صحبت میکنیم، حتما ترکیب هایی خواهیم داشت با لاتاکیا و ویرجینیا و چیزای دیگه که گرفتم قرار برسه، و هم بلند رو تجربه میکنیم کنار هم، همین که کلن ماجراجویی جالبیه دیگه، تجربه های مختلف، هم تجربه بلنده، هم پیورهای دیگر رو با هم تجربه میکنیم ببینیم چه شکلیه. و یه جوری هم هست آدم دلش نمیاد، دید بعضی وقتا هستش مثلا پیپو پر میکنی، مثلا خود من میرم بیرون، میدونم الان 2 ساعت بیرونم و برمیگردم، توتونو میگم پیپو با روش فرانک متد پر میکنم که پر پر باشه و دیگه با خودم توتون و کیف و اینا نمیبرم، همین یه پیپ میگیرم دستم، یه تمپر و یه فندکم جیبمه و میرم بیرون. مثلا آدم با آدم رو صحبت میکنه، قدم میزنه، کارهای مختلف میکنه و اینو نمه نمه میکشی تا 2 ساعت که این سری آخر رفتم بیرون خیلی جالب بود، حدود 1 ساعت و خورده‌ای، 1 ساعت و نیم تقریبا پیپ روشن بود کامل، یعنی بدون استراحت 1 ساعت و نیم روشن بود و همین توتون گلن پایپر هم بود توش. خیلی تجربه باحالی بود دیگه، اصلا کیف میده میبینی 1 ساعت و نیم پیپت روشنه. بعد ولی تنها میشینم یا متمرکزم رو پیپ خیلی سخته، انقدر زمان طولانی بهش دادن، یه وقتایی جوابه، یه وقتایی هستش و کار داری نمیتونی 1 ساعت و نیم خالی کنی، 1 ساعت خالی کنی واسه این کارهای پیپتو میکنی و مثلا اون پیپ کشیدنه وقت داری نیم ساعت لذت ببری، به خصوص من که وقتم خیلی تو همه، یعنی همه کارها رو یه نفره دارم میکنم، بعد زندگی هستش،
نمیدونم امورات خونه هستش، تمیز کردن، لباس شستن، غذا درست کردن، ویدیو ساختن، راجع به یه سری چیزها باید تحقیق کنی، مطالعه کردن، بعد ویدیو ادیت کردن و مصیبت های آپلود و اینا. یک جوریه که حالت عادی یه نفر وقتش نمیرسه این کارا رو بکنه، برای همین وقتا رو تو هم میذارم. یعنی مثلا الان که حالا خروجی سریع میگیره، ولی قبلا که میخواستم رندر بگیرم ویدیو آماده شه، میذاشتم تایمی که خوابم اون موقع رندر بگیره که کامپیوترم اشغال میشه اوکی باشه همه جوره. حالا الان همون داستان رو آپلودا دارم دیگه. مثلا بعد مثلا تا فلان چیز فایلا کپی شه میرم برنج خیس میکنم، نمیدونم این فلان چیز، همه کارا رو اینجوری همزمان با هم یه جوره انجام میدم و نگاهم اینجوریه. مثلا این فایل کپی داره میشه نوشته 10 دقیقه، میگم خب این بهم 10 دقیقه وقت داد، تو 10 دقیقه کدوم کارو میتونم تموم کنم؟ مثلا من دوش بگیرم بیام، یه همچین حالت هاییه. بعد تو این شرایط یه وقتایی زمان کم داری برای پیپ کشیدن و نمیشه یه ساعت و نیم حال کنی باهاش، ناخودآگاه هی سریتر میکشی، تونتر میکشی و هی سری جمع میشه. بعضی از توتونا هستن تو بعضی روزا آدم دلش میخواد زودتر تموم شه، مثلا به شدت حواسمونو کردیم، میکشی میرسه به وسط های کاسه، میگی کاش تموم میشد، مثلا ولش میکنی میذاری کنار، به کارات میرسی بعد دوباره روشن میکنی. ولی این اصلا یه جوریه که آدم دلش میخواد هر از گاهی یه پوکی بهش بزنه، خیلی باحاله. کلا البته من با لاتاکیه اینجوریم، روی ارلی مورنینگ مثلا خیلی این حالتم، یه جوری باش کیف میکنم اصلا دلم نمیخواد تموم شه هیچ وقت. ولی مثلا رو نایت کپ که اونم لاتاکیا داره و نزدیکه به ارلی مورنینگ، یه ذره سنگین تره، تو اون اصلا اینجوری نیستم. یعنی میشه وسطش برسم به جایی که بخوام میام کاش تموم شه، ولش کن بذار بعدن دوباره بکش، یه ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه. ولی این دقیقا مثل خود ارلی مورنینگ واسم. حالا ارلی مورنینگ از نظر تکنیکال شاید توتون بهتری باشه برای کشیدن زیاد، بشه توتون اصلی، ولی این دقیقا همونقدر لذت داره، همونقدر جالبه. بعد خاموشش هم پک میزنی، مزهش انقدر جالبه که آدم کیف میکنه. بابت اینکه نسبتا زود خاموش میشه فکر میکنم همینطور هست. الان که از نصف یه هوا پایین تره فکر میکنم که واقعا توتونیه که نسبتا زود خاموش میشه، نه خیلی زود که نشه کشیدش، ولی خیلی توتونا رو تو میذاری کنار و مثلا 3 دقیقه صحبت میکنی، 5 دقیقه صحبت میکنی، بعد دوباره پک میزنی، این روشن همچنان، ولی این نه خاموش میشه. در کل خیلی توتونه باحالیه، قشنگ خود چیزی که دوستش دارم. ولی لاتاکیا رو خیلی میگن که چون خیلی راحت میشه طعمش رو شناسایی کرد، تابلوه قشنگ و طعم خود توتونه اولین چیزیه که تازه کارا میتونن باش ارتباط بگیرن و شناساییش کنن. و از اون برم چون اولین توتونی که تازه کاره باش ارتباط گرفته اینه و یه اولینیه، تو ذهن آدم ها میمونه و خود این باعث خاطره خوب میشه. حالا من قبل از این بو خاطره خوب داشتم، البته دنبال طعمگیری نبودم، ولی بوی این اصلا یه جوری دژاوو برام ایجاد کرد که اونجوری جذبش شدم. ولی خیلی هم اون شکلی جذبش میشن. کلن توتون محبوبیه و خیلی ها فن توتون هایی هن که توش یه ذره لاتاکیا هم داره. در کل تجربه جالبی بود و تجربه های خیلی خیلی جالب تری هم باش خواهیم داشت قطعاً.
بریم ببینیم چه شکلی میشه دیگه. از دیگه بکشم دوباره میام. الان تقریبا رسیدم به آخراش و الان وقتی دودو از دماغ میدم بیرون، سوزشش یه ذره بیشتر شده. همون فرمون، همون چیزا، یه هوا تندتر شده. فقط البته سوزشش بیشتر شده، باز نسبت به خیلی توتونا سوزش آنچنانی نیست، ولی از صفر اومده شده یک. مثلا اگه مثلا بخوایم از 5 تا نمره بدیم که چقدر سوزشش زیاده، قبلا مثلا رو 25 صدم بود، الان شده رو 1. اونم نه با کام کوچیکا، با کام سنگین و همچین پر دود و توپل. مثلا با این دودی که الان دیدین تقریبا نیمه، همچنان نیم تا 75 صدم، کمتر از یکه. ولی یه ذره داغش کنیم، دودش زیاد شه، به یک میرسه به زور. ولی یه سری توتونه هستن با دود کمش تو 4 و 5 میرسی. مراقب خودتون باشین تا ویدیوهای بعد و توتونه و پیپای بعد دود پیپتون به کامتون باشه. خداحافظ.